باشه بر این بجشن زمین غر که زیور است. درهای آسمان یا زهرا، درهای آسمان زرگ لطف گشته باز. بر دام عرش پرچمی، در بام عرش پرچمی، رحمت در احتزاز. حوران کمر به خدمتی شاهان بست باز. امشب در آسمان و زمین شور دیگر است. حوران به غرفه های بهشتی، در بهشتم جشن و سرور از ولادت فاطمه. حوران به غرفه های بهشتی به عیش و نوش، از آسمان درودی ملائک رسد به گوش. امشب لهی به آتش نیران شود خموش. امشب شبی تولد زهرا هرست. امشب شبی تولد زهرای اطهرست. صلوات بلند خدا مولود مسعود روح‌افزای غمزدای شفیعه روز جزا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. جسارتی که در حجر ابن عدی در سوریه صورت گرفته، قبر مقدس او را ویران کردند، بارگاهش را ویران کردند، این جسارت بزرگ را شدیداً محکوم میکنم. همونطوری که حوزات علمیه در مراکز دینی و علمیشان این حرکات نادرست را محکوم کردن و هم از همه علمای اهل سنت جداً متقاضی هستم که به منظور مسرور نمودن قلب پیامبر اسلام این حرکت جسورانه آن عده از مردم مسلمان نمایی که قبر این صحابه پیامبر را خراب کردند، اونها هم در حصه خیش این حرکت را محکوم کنند و وفاداریشان را به رسول الله و اصحاب اون حضرت یک بار دیگر اعلام بدارند. در ایام وفات فاطمیه، یادتان اگر باشد، من در رابطه با فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها از نظر علمای اهل سنت عرائض تقدیم کردم که چندین آیه قرآن طبق نظر مفسرین و علمای اهل سنت مصداقش فاطمه زهرا بود. احادیثی که در محبت حضرت زهرا بود عرض کردم، کیفر اونایی که بغض به حضرت زهرا داشتن عرض کردم. محفل باشکویی بود و جمعیتم زیاد بود. بعضاً متقاضی شدن که باز همان موضوع تکرار شود. معذرت میخواهم. این شب تا جایی که میرسم پیرامون یک سلسله از خصایص فاطمه زهرا
از ویژگی های فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمتتان عرایض تقدیم میکنم. یکی در رابطه با اینکه نطفه فاطمه زهرا از چه غذایی منعقد شده، دیگر اینکه اسم فاطمه زهرا را کی انتخاب کردن، چرا فاطمه را زهرا میگن، چرا محدثه میگن، که فرصت کمه تا هر جایی که رسیدم با شما صحبت میکنم. در رابطه با انعقاد نطفه فاطمه زهرا که از چی منعقد شده است، دو تا روایت هست. یک روایت از حضرت سلمان روایت کرده که جبرئیل سی بیره از بهشت آورد، به پیامبر اسلام تقدیم کرد و اون حضرت آن سیب بهشتی را نوش جان کرد، با همسرش همبستر شد، نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها از سیب بهشتی منعقد شد. یک روایت. روایت دیگری را که از بهار الانوار نقل کرده اند این است که پیامبر اسلام در ابته با یارانش نشسته بود. آقا امیرالمؤمنین بود، عمار یاسر بود، حمزه بن عبدالمطلب بود، عباس بن عبدالمطلب بود، ابوبکر بود، عمر بود، که جبرئیل به صورت اصلی خودش، یعنی با عظمت تمام نازل شد و صدا کرد که یا محمد خدای سلام می رساند. بعد از سلام می فرماید، امر می کند که از همسرت خدیجه کبرا برای 40 روز کنار بگیر، جدا شد. امر خداست، پیامبر مطیع امر خداست، اطاعت میکنه، ولی راستی مشکله. مفارقت و جدایی 40 روزه از یک همسر مثل خدیجه که صدها کنیز و غلام داشت، ثروت بیشمار داشت، جلال و جبروت عجیب و غریبی داشت، او عاشق معنویت و جمال پیامبر میشه، با پیامبر ازدواج میکند، تمام کلیدهای خزانه هایی که دارد ابتداعا خدمت پیامبر تقدیم میکند. یا رسول الله، تمام این گنجا، این خزانه ها، این پول ها، این خدم و هشم در خدمت شماست، منم کنیز شمایم. سخت هم میشن، اما یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از وصل و من از درمان و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. خدا گوید 40 روز باید جدا باشیم. خلاص حضرت 40 شب در خانه فاطمه بنت اسد ساکن شد. برای عمار گفت، عمار برو خدیجه را سلام بگو، بگو در این مدتی که من از تو جدا هستم، نه به این خاطر است که از تو ناراحت باشم،
خدایم امر کرده اطاعت میکنم، گرچه مشکل است. تو در منزل ببند، در آسایشگاه بخواب، تا این زمستان فراق مبدل به بهار وصال بشه. عمار یاسر حرکت کرد پیش خدیجه کبرا سلام الله علیها، آمد و همین جمله رو پیامبر گفت که به خدیجه بگو: خدیجه، تو کسی هستی که خدا به وجود تو به ملائکه افتخار میکنه. آمد پیام گفت برای خدیجه. خدیجه مطیع امر خدا و راضی به رضای شوهرم، گرچه سخت تمام میشه. او تمام دارایی و که داشت که در مواقع پارسال در رابطه با وصلت خدیجه که صحبت کردم، گفتم چقدر دارایی ها داشت و با چی ترتیب شد، همه را در راه اسلام خرج کرده، پشیمان نیست. اسلام گسترشم پیدا کرده، هم به شمشیر علی و هم به پول خدیجه. اینا هم رول داشتن در گسترش اسلام، بی اثر نبودن. همه چیز از دست داده، فقط یک یوسف دارم که عاشق معنویات پیامبر. از اون زمانی که او راهب قصهش به شما گفته بودم که خانه خدیجه آمد و پیامبر معرفی کرد به خدیجه که آخر پیامبر میشه، از همون روز دل باخته و شیفته پیامبر شد و با او وصلت کرد. فقط یوسفش همینه، میگه پیامبر باشه دیگه هیچی نباشه برای مهم نیست. شبی با یار در خلوت، به از 100 سال در عزت، من آزادی نمیخواهم که با یوسف بزندانم. پیامبر عاشق عمل و معنویت و مردانگی و ایثار و فداکاری خدیجه است. خدیجه دلباخته رسالت پیامبر، نبوت پیامبر، خدمت پیامبر و جلال و جمال پیامبر است. این به اون آن بین عاشقان چند محتاج جمال دلبرن، دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشقترن. عشق می نازد به حسن و حسن می نازد به عشق، آره آره این دو معنا عاشق یک دیگرن، اما قبول میکنه همه سختی ها را. خلاص کنم داستان را، 40 روز به سر رسید، باز جبرئیل امین به همون لباس خودش، که این یک نکته بعد به شما میگم، با لباس رسمی خودش که پروبال شرق و غرب را پوشانده بود وارد شد. باز صدا کرد که یا محمد، آماده باش، تهیه بگیر که عطا و تحفه از طرف خدا به تو می آید. پیامبر فرمود یا اخا جبرئیل، اون تحفه چی باشد که تو قبلا بشارت آمدن او رو به من می دی؟ گفت یا رسول الله، نمی دانم، ولی می دانم تحفه خیلی گرانبهاست. در همین گفت و شنود بود میکائیل آمد، طبقی از غذا آوردم، دستمالهای گرانبها را روش پوشاندم، طبق پیش پیامبر گذاشت. گفتم یا رسول الله، این غذای بهشتی است، خدا به تو فرستادم که امشب که تو رو شبها عبادت می کردی و روزها روزه می گرفتی، با این غذا افطار کن. بعد از صرف این غذا به خانه خدیجه برو. موقع افطار فرا رسید و پیامبر اسلام خلاص می کنه مطلب را، از اون غذا نوشیجان کرد که
انگور بود و خرمای بهشتی بود و بعد از آن که پیامبر اسلام یک مقدار نوشیجان کرد و باقی مانده را به آسمان بردن و پیامبر به خانه خدیجه آمد و آنچه که لازم بود عمل شد، خدیجه با فاطمه زهرا باردار شد، حامله شد. در این دوران حاملگی چیزهایی میشنید، صحبت ها میشنید از طفلی که در رحم دارد، دلداری ها میشنید. رسید موقعی که ولادت داره نزدیک میشم، خدیجه به زنان مکه پیام داد که در ولادت من تنهایم، کمک کنین به من، بیاییم. زنان مدینه چی کردن؟ جواب منفی دادن، نمیاییم. چرا نمیایی؟ دلیلش چیه؟ اعتراض دارم که تو تمام مال ثروت به یتیم عبدالله دادی و هم در راه اسلام خرج کرد، وقت سفره گسترده بود یک چیز ما میخوردیم دیگه، از حرف ما نشدیم، ما نمیاییم. اونا نیامدن. اینها دل خدیجه را شکستن، خدیجه را دل شکسته ساختن. یک مطلب به شما عرض کنم، هر متاع گرانبها، هر چی گرانبها باشه، اگر شکست از ارزش میمونه، اما دل اگر شکست ارزش پیدا میکنه. دل که میشکنه ارزش پیدا میکنه. اون کسی که دل را میشکند ضرر میکنه، اونی که دل شکسته و منفعت میکنه. به قول شاعر که در این باره شعر میگم، میگوید خواهی که دلت نشکند از سنگ ملامت، خواهی که دلت نشکند است سنگ ملامت، مشکن دل کس را که در این خانه کسی هست. مشکن دلی، چه خوب میگه، مشکن دلی که چشم امیدش به دست توست، خواهد به او گذشت ولیکن شکست توست. نرنجانم ز خود هرگز دلی را، از آن ترسم در او جای تو باشد. دل که شکست ارزش پیدا میکنه، ارزشش چیه؟ خدا در او دل جای میگیره. خودش گفته انا فی قلوب المنکسره و قبور المندرسه، من در دلهای شکسته هستم، خدا میگه من در قبرستان کونه هستم. آره، خدا جای گرفته، دیگه غم نیست. خدا در دل خدیجه جای گرفته، دلش شکسته. آره، از زبان خود خدیجه با شما نقل کنم چی میکنه خودش. آن خدیجه رضی الله عنها قالت لما حملت بفاطمة حملا خفيفا وتحدثني في بطني فلما قربت ولادتها دخل علي أربع نسوة عليهن من الجمال والنور ما لا يوصف، فقالت إحداهن
انا امك حواء وقالت الاخرى انا آسيه بنت مزاحم وقالت الاخرى انا مريم بنت عمران ام عيسى وقالت الاخرى انا جلسوم اخت موسى الى اخر. خود خدیجه میگه وقتی که من به این دختر حامله شدم اول که احساس سنگینی نمیکردم، خیلی خفیف بود و او از بطن من، از شکم من با من صحبت میکرد، مرا دلداری میداد. زنان مکه مرا جواب داد که من نمیایم. یک مرتبه دیدم چهار زن کوی وقار، یک عالم نور، یک عالم عظمت، جلالت، ناشنا، زنان مکه که نیست اینا، وارد شد به خانه حضرت خدیجه. حضرت خدیجه اینا رو دید وحشت کرد. اینا از کجا پیدا شده؟ با این جلالی که قابل وصف نیست. فقالت احداهن، یکی از اونا گفت خدیجه نترس، انا امک حوا، من مادر تو حوا هستم. و دیگری گفت من آسیه بنت مزاحم هستم. دیگری گفت من مریم مادر عیسی هستم. دیگری گفت من گلسوم مادر خواهر موسی هستم. ما آمدیم برای این که با تو همکاری کنیم، خلاص کنم وظیفه را انجام دادن. فاطمه زهرا به دنیا آمد، آب از کوثر آوردن، کوثر را با آب کوثر شستن. اینی که میگم شستن معمول بود، رسم بود، وگرنه اینها پاک و پاکیزه بودن، نیاز به شستن نداشتن، معمول بود که شستن. و بعد آوردن خدمت حضرت خدیجه، قالت خذیها یا خدیجه طاهرتن مطهرتن زکیتن میمونتن بورک فیها و فی نسلها. گفت خدیجه بگیری دخترم که طاهره هست، مطهره هست، زکیه هست، خودش مبارک است، اولادش مبارک هست، اولادش مبارک است. خب سر به سجده نهاد و به شهادت داد به وحدانیت خدا و رسالت پدرش و رسالت شوهرش امیرالمومنین علی علیه السلام. ولادت صورت گرفت. اینجا ببینید یک نکته یک من به شما عرض کردم که جبرئیل به صورت رسمی آمد. یک جایی اگر شما میمان میشین میرین به تناسب اهمیتی از اون مجلس لباس میپوشین که اون مجلس چقدر مهمه، با اون تناسب شما لباس دربر میکنین. جبرئیل هم هر وقتی که یک امر مهم رخ میداد، به یک موضوع بسیار ارزشمند مأموریت پیدا میکرد، با همون صورت خودش میامد. مثلا در غار حرا که جبرئیل امین نازل شد و پیامبر را عرض کرد که آمادگی بگیر برای ختم نبوت و رسالت، موضوع مهم بود، به همین لباسش آمد. حالا باز آمدم میگه که تو آمادگی بگیر برای یک تحفه بسیار گرانبها. آمادگی بگیر. او تحفه چیه؟ او تحفه تحفه است که منشأ بروز امامت و ولایت می شود. از این تحفه امامان و اولیای خدا به وجود می آید. این تحفه تحفه است که سبب بقای نسل محمد ابن عبدالله می شود. اینا اعتینا کل کوثر. هم فخر رازی میگه، هم حافظ حسکانی میگه، از علماء اهل سنت هم
میگه مصداق این آیه که اینا عطینا کلکوثر، کوثر میگه فقط ذریه پیامبر است که از نسل زهرا به وجود میاد. آقای طباطبایی صاحب المیزان میگه که ما اگر مصداق اینا اعتینا کلکوثر ذریه پیامبر نگیریم، آخری آیه بی مناسبت و بی محتوا میشه. چرا؟ اینا اعتینا کلکوثر فصل لربک وانحر این شانئک هو الابتر. چی یعنی؟ پیامبر بچهش فوت کرد، قاسم و عبدالله گمان نام داشت، یکی از این مشرکین زخم زبان میزد، میگفت که پیامبر دیگه ابتهر. ابته کسی رو میگفت که بلا عقب باشم، اولاد نداشته باشم، فای هم زخم زبان میزد پیامبر را. آقایان در نظر داشته باشید، زخم زبان به کس نزنید، زشت و زیبایی که بینی دست رد بروی منی. عیب صنعت در حقیقت غیبت صنعتگر است. یک کتاب به نام ملا جامی است، شرح جامی است که بعد از سویتی و اینا درس میخوانیم زمانهایی که بچه بودیم، یک شعر خوب اونجا نوشته بود: جراحات و سنان له التیام و لا یلتام و ما جرح اللسان. جراحات سنان آید فراهم، ولی زخم زبان را نیست مرهم. شاعر دیگه چی خوب میگه؟ مگه سگ با زبان به زخم تنش میزند دوا؟ سگ جایش اگه زخم شد، چای دیده باشین زبان خیلی میکشه رو میلیسه. سگ با زبان به زخم تنش میزند دوا، بدتر ز سگ کسی است که زخم زبان زند. اینایی که پیامبر زخم زبانی زدن از سگ پستر بود، دل پیامبر خون کردن. خدای پیامبر دل پیامبر شاد میکنه، دوست داره. حبیبی ما ناراحت نشو که او تو رو ابتر گفته، دنبوریده یا بلا عقب گفته. اینا اعتینا کلکوثر، ما به تو کوثر میدیم که نسل بقای نسل پیامبر میشه. این طفل به عمیق ترتیب متولد شد. معمول است هر طفلی که متولد بشود کلانا نامگذاری میکنه. نام این دختر کی بگذارم؟ خدا نامگذاری میکنه. روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده که خداوند یکی از فرشته ها را گفت که فرشته برو به زبان پیامبر بیانداز که نام این دختر فاطمه بگذارم. چرا؟ که من فاطر هستم، اسم او را از اسم خودم مشتق ساختم. فاطر چیه؟ فاطمه چی معنا دارد؟ که در همین کتاب شعر ملان می نظرم افتاد که گفته بودم گر فاطمه از فاطم بود معنیش اون است، این است او قطع کند آتش دوزخ محبا. فاطمه را که فاطمه میگه، برای این فاطمه میگه که او دوستان خودش را از آتش جهنم نجات میده.